بخش یکم. شبهی بر فراز شرق اروپا در گشت و گذار است، شبهی که در غرب نارضامندی نام گرفته است. این شبه به ناگهان از آسمان فرود نیامد، چندان که هیچ ساز مخالفی را بر نتابد، اما در این حال این نظام به لحاظ سیاسی به چنان جمودی دچار شده که امکان بروز چنین ناسازگاری هایی در ساختارهای رسمیش به شکل دراز مدت تقریبا ناممکن می کند. آیا در توان و امکان این ناراضیان هست که چون افرادی بیرون از ساختارهای قدرت و به نوعی در موقعیت شهروندان درجه دو تأثیری در جامعه و نظام اجتماعی داشته باشند؟ آیا می توانند چیزی را عوض کنند؟ اما این ناراضیان کیانند؟ موضعشان از کجا مایه می گیرد و چه اهمیتی دارد؟ محتوای فعالیت‌های مستقلی که بر پایه آن گرد آمدند چیست و در عمل تا چه اندازه موفقیت دارند؟ آیا می توان مفهوم اپوزیسیون را برای آنان به کار برد؟ اگر آری، وجود چنین اپوزیسیونی در چارچوب این نظام به چه معناست؟ چه می خواهد این اپوزیسیون و خواستهایش بر چه پایه‌ای استوار است؟ آیا به طور کلی در توان و امکان این ناراضیان هست که چون افرادی بیرون از ساختارهای قدرت و به نوعی در موقعیت شهروندان درجه دو تأثیری در جامعه و نظام اجتماعی داشته باشند؟ آیا می توانند چیزی را عوض کنند؟ به نظر من اندیشیدن در این پرسش ها، یعنی اندیشیدن در باب توانایی هایی که بیقدرتان دارند، نمی تواند جز از راه تأمل در طبیعت نظامی آغاز شود که بیقدرتان در آن عمل می کنند. اغلب نظام ما را نظامی دیکتاتوری می دانند، یعنی همچون دیکتاتوری بوروکراسی سیاسی در جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی یک دست. من از این نگرانم که مفهوم دیکتاتوری که به جای خود کاملا قابل درک است، بیش از آن که به ماهیت واقعی قدرت سیاسی در این نظام روشنی بخشد، به تاریک تر کردن آن بیانجامد. پس معنای این مفهوم چیست؟ مفهوم دیکتاتوری در ذهنیت ما سنتاً در ربط با رویکرد گروهی اقلیت در یک کشور است که با توسل به خشونت بر اکثریت جامعه چیره می شود. گروهی کوچک از افراد مصمم که آشکارا متکی به ابزارهای مستقیم قدرت است و از نظر اجتماعی به آسانی می توان آن را از اکثریت تحت سلطه تمیز داد. این تعریف سنتی و کلاسیک از نظام دیکتاتوری خود به خود با این فرضیه نیز همراه می شود که دیکتاتوری امری موقتی از نظر تاریخی گذرا و بیرگ و ریشه است و چنین به نظر می رسد که موجودیت آن به نحو تنگاتنگی وابسته به وجود بنیانگذاران نظام است. به طور کلی بیشتر بُعد و معنای محلی دارد و قدرت آن مستقل از ایدئولوژی که در خدمت مشروعیت اوست در نیروهای مسلح ارتش و پلیسی است که در اختیار دارد. بزرگترین خطر از نظر نظام دیکتاتوری این امکان است که کسی پیدا شود مجهزتر و قدرتمندتر از او و بتواند گروه مسلط را براندازد.